توی کار بکنن این هسته‌ای. ببینید کار تو هسته‌ای به کجا رسید با این رفتار اینا در داخل، که بارها جلو رو خود من و بعضی جوانها و دیگران میگرفتن. اون زمانی که مذاکره بود و ما هم نقد داشتیم، ما مخالف مذاکره هم نبودیم، مخالف توافق هم نبودیم، مخالف این نوع مذاکره و این نوع توافق بودیم، در حالی که در اوج اقتدار بودیم. هسته‌ای، موشکی، مقاومت، این سه تا فاکتور که همین الان هم یه تیم انقلابی بره مذاکره کنه هر چی بخواد با این سه فاکتور اقتدار میتونه بگیره. اینقدر وضع ما خوبه. همین الان که آمدم اینجا آقای جابری انصاری معاون افریقای وزارت خارجه رو دعوت کردم. حرفش چی بود؟ لازم نیست ما دیگه حرفای خشن در مورد آل سعود بزنیم، اونا وضعشون خوب نیست، خود ما حرفی نزنیم که تحریف بشن. برجام دو قول دادن، هفت برجام رو قول دادن، هفت توافق کردن. هسته‌ای، موشک، مقاومت، حقوق بشر، به رسمیت شناختن اسرائیل، شش برنامه یک برنامه یک، شش کشور خلیج فارس، سعودی به اضافه ایران به اضافه آمریکا، قدرت منطقه رو مدیریت کنه. هفت برجام توافق کردن. نه مستنداش ما داریم پیگیری میکنیم، سوال میکنیم. مقام قسم ربه میفرمد قدرتتون رو اظهار کنید، رسمایش بده بذارید. البته ستاد و کل هر وقت برسه انجام میده، ولی خب شورای عالی امنیت ملی رئیس جای روحانی هماهنگی میشه، مخالفت میکنن توی قضایی ها. این نوع سیاست نه تنها امنیت بر ما نمیاره که اقتدار و غرور ملی را میشکند. با این نوع رفتار و مهندسی کردن افراد میخوان کار رو به جایی برسونن. همیشه به روح هسته‌ای بعضی ها میگفتن بابا این هسته‌ای رو مگر برای زندگی ما نمیخواید؟ نمیخواید ما به رفاه برسیم؟ نمیخواید هسته‌ای که اینقدر تحریم بر ما میاره؟ نمیخواید. بسم الله، ما رفتیم فوردو رو دیدیم، فوتسال میشه توش بازی کرد، صافش کردن یک بارش، واقعا فوتسال میشه بازی کرد. ستونها را هوا برش بردن زدن، زیر ساختها را از ریشه در آوردن، این چی دیگه نیست. تمام شد تحریم رو بسپرد، بیشترش کردن، بدترش میکنن، از این به بعدم جلو میان. میخوان همین کار رو با موشکی هم بکنن، هی بگن موشک مخفیانه رسمایش نباشه، بعد یه تست میشه اونا بفهمن. باز افکار عمومی همینجور تا این امنیت و دفاعی که برای ما و شما اینقدر شیرینه کار به جایی برسه که باز تو همین مسجد و جای دیگه بگیم برو ما بودن بسکن موشک میخواییم چیکار کنیم همین که برد تو رو. خب آقای زریف رو بردن تو شبکه دو آلمان توی مذاکره باش مصاحبه کردن که من سوال کردم آوردم چونستم گفتم آقای زریف شما حاضری همینجا توی برلین اسرائیل رو به رسمیت بشناسی؟ به نظرتون چی پاسخ داد آقای زریف؟ گفت که آقای انقلاب اسلامی ما یک وجود را به رسمیت نمیشناسد و ما وجود رژیم صهیونیستی؟ اینو گفت، اینجوری گفت، به ما ربطی نداره، مربوط به فلسطینی هاست، خودشون میدونن، ما مرزامون از اسرائیل دور، یعنی به رسمیت شناختن اسرائیل. بعد توی توافق برجام با اینا میگن که خب ما میاییم با کمک شما مذاکره فلسطینی و صهیونیستا و اسرائیل رو فعال میکنیم، یک دولت فلسطینی تشکیل میدیم، دولت اسرائیل هم سر جاش باشه. رو حقوق بشر یک هیئتی از نخبگان ایران، یک هیئتی از نخبگان غرب، این دوتا بنشینن روی مسائل حقوق بشر بحث کنن. فرق باید آزاد باشن، باهایی ها باید آزاد باشن، فرق های مختلف باید آزاد باشن، وضع حجاب و زن و اینا همه. ما چیزی به نام ولایت فقیه تو دنیا نمیشناسیم، یا رئیس جمهور یا نخست وزیر.
سپاه داریم، بسیج داریم، ارتش داریم، یکی باید داشته باشه. نه همه بس شده. چیزی به نام نظارت شورای نگهبان نیست، دموکراسی است، آزاد انتخابات. اینا باید هست کنیم. آقا تو مشهد فرمودن برجام دو، برجام سه، برجام چهار. نه